پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان خواستار خاتمه سرکوب و خونریزی در میانمار شد. همزمان سازمان ملل متحد از مردم میانمار خواست مدارک مستند مربوط به دخالت نظامیان در جنایات اخیر در آن کشور را جمع‌آوری کنند. همکارم هوشمند میرفخرایی گزارش میده. پاپ فرانسیس روز چهارشنبه گفت برای خاتمه خشونت‌ها در میانمار آماده هر کاری است. با نهایت تأسف بار دیگر باید به وضعیت وخیم در میانمار و جان باختن بسیاری به ویژه جوانان اشاره کنم. من حاضرم در خیابان‌های آن کشور زانو بزنم و خواستار توقف خشونت‌ها بشوم. خونریزی چیزی را حل نمی‌کند و باید به دیالوگ و گفتگو متوسل شد. چند روز پیش یک راهبه کاتولیک محلی به نام روزناتانگ در خیابانی در یانگون، پر جمعیت ترین شهر میانمار، از ماموران خواسته بود به جای تظاهر کنندگان به او شلیک کنند. سازمان ملل نیز برای تشکیل پرونده علیه آمران خشونت‌های اخیر در میانمار خواستار گردآوری و حفظ مدارک شد. نیکولاس کومجیان رئیس تیم محققان سازمان ملل در مورد میانمار روز سه‌شنبه در ژنو گفت فرماندهان و تصمیم گیرندگان اصلی مسئولان واقعی شدیدترین جنایات بین المللی اند، نه مامورانی که عملا دست به این کار می زنند. تقریبا 90% جمعیت 55 میلیونی میانمار بودایی اند و راهبان بودایی که پیشتر به صفوف تظاهر کنندگان پیوسته بودند، این بار به صورت سازمان یافته با نظامیان مخالفت کردند. روز چهارشنبه قوی ترین نهاد راهبان بودایی به نام کمیته سانگا ماهانایاکا با انتشار بیانیه‌ای کودتاچیان را اقلیت مسلح خواند و آنها را مسئول کشته شدن تظاهر کنندگان غیر نظامی دانست. اعضای این نهاد توسط دولت تعیین می شوند و رابطه نزدیکی با آن دارند، اما در بیانیه خود تصریح کردند که قصد دارند با تبعیت از جنبش نافرمانی مدنی فعالیت‌های خود را متوقف کنند.